رو با شما خواهم بود. امروز که این برنامه زنده من رو به خانه شما می آورد، در ایران شامگاه 29 مرداد ماه است، 63 سال پس از پایان روزی که به دنبال یک رشته رویدادها دولت زنده یاد محمد مصدق برانداخته شد و دولت زاهدی، سرلشکر زاهدی شکل گرفت و دوره تازه‌ای در تاریخ ایران آغاز شد. دوره 25 ساله‌ای که با انقلاب 57 و فروپاشی نظام پادشاهی در ایران و پیدایش دولت جمهوری اسلامی به انجام رسید. بسیاری بر این باورند که آنچه در مرداد 1332 رویداد پیش درآمدی برای شرایطی بود که به انقلاب 1978 یا 1357 خورشیدی انجامید. من چندان چنین باوری رو ندارم که این رویدادها پیوندهای مستقیمی با هم داشته باشند. میپذیرم که پاره ای از آنچه در یک دوره ای از تاریخ ایران روی داده بر رویدادهای دوره دیگر تأثیر گذارده و امروز هم نمیخواهم داغی رو تازه کنم و به ماجرای 28 مرداد و زمینه و شرایطی که به برانداخته شدن دکتر مصدق انجامید چندان بپردازم، اما به گوشه هایی از این تاریخ خواهم پرداخت، زیرا به گفتگوی امروز ما یا گفتمان سیاسی اجتماعی که امروز در ایران در جریان است یاری می‌رساند. موضوع اساسی که کابینه زنده یاد محمد مصدق رو شرایطی فراهم کرد که آغاز بشود، یعنی نخستین کابینه مصدق در اردیبهشت ماه 1330 و یک دولت 27 ماهه مصدق رو در ایران بر سر کار بیاورد، زمینه ملی شدن صنعت نفت ایران بود. از دیرباز ایرانیان در واکنش به دخالت جویی های بریتانیا و به ویژه به آن کاری که شرکت نفت به اصطلاح ایران و انگلیس می کرد، ولی در واقع شرکت نفت انگلیس بود، نام ایران انگلیس رو داشت و بعد هم به بریتیش پترولیوم نام آور شد، تغییر نام داد، واکنش داشتند. از همون زمانی که پیمان پنهانی میان روسیه و بریتانیا در 1907 بسته شده بود که ایران رو به دو منطقه نفوذ تقسیم می کرد و سپس پیمان 1919 که پیمان تحت حمایگی ایران از سوی بریتانیا بود که وثوق دوله و دو نفر از وزیران و نخست وزیر وثوق دوله بود، در سال 1919 به امضا رساندند پنهانی و زمینه کودتای 1299 رو به وجود آورد و بسیاری رویدادهای دیگری که نشانی از دست دولت‌های خارجی به ویژه دولت بریتانیا، پیش از آن دولت روسیه، در سیاست و زندگی اجتماعی ایرانیان بود، مردم ایران یک نوع واکنش به حق یا ناحق نسبت به دخالت بیگانگان در امور سیاسی ایران داشتن. به حق از این لحاظ میگویم که به راستی بیگانگان روسیه و دولت بریتانیا، امپراتوری های بزرگ اون دوران و سپس ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها در ایران نقش داشتند و نفوذ داشتند. به ناحق از این جهت میگویم که اگر ایرانیانی وابسته به این دولت های و خارجی نبودند، ما نمی توانستیم یک نفوذ سازمان یافته در ایران داشته باشیم. در نتیجه این نفوذ دولت های خارجی یا سیاست های دولت های خارجی در ایران، این سه دولت بزرگ جهان، روسیه، بعدها شوروی، بریتانیا یا انگلستان و ایالات متحده آمریکا که دیرتر به سپهر سیاست ایران وارد شد، از جمله از اینجا ناشی می شد که در میان بزرگان و نخبگان و سیاستمداران و صاحبان صنایع و بر روی اونهایی که بر سپهر زندگی ایران تأثیر داشتند، کسان بسیاری می بودند که یا از راه گرفتن پول یا از راه
ایده ها و اندیشه ها یا از راه وابستگی های دیگر خودشون رو با این دولت های خارجی نزدیک می کردن. مثلا در سیاست ایران کسی متهم به این نبود که نوکر هندوستان است، چون هندوستان قدرتی نداشت و پولی خرج نمی کرد. یا کسی مثلا نوکر دولت عربستان اون زمان نبود، بلکه اینها وابستگان به کشورهای بزرگ جهان بودند: بریتانیا، روسیه و ایالات متحده آمریکا. برخی از اینها خب گماشته های رسمی و پول بگیر بودند، برخی وابستگی های سیاسی داشتند، برخی در چارچوب روابط و اندیشه هایی که به اون باور داشتند بر این شاید گمان بودند که نزدیکی با این دولت ها به سود کشور ما و به سود آینده ایران است. مانند بسیاری از چپ های توده‌ای ایران که بر این باور بودند که اتحاد جماهیر شوروی ایدئال بزرگ مردم جهان است و نزدیکی با شوروی به سود مردم ایران است. یا اونهایی که خودشون رو انگلوفیل میدونستن، وابستان نبودن، ولی فکر میکردن که نزدیکی با سیاست و اندیشه های غربی به ویژه بریتانیا به سود آینده ایران خواهد بود. و بعدها چرخشی روی داد و اونها بیشتر، خیلی ها بیشتر هوادار سیاست ایالات متحده آمریکا شدند. آنچه که من امروز میخواهم با شما در میان بگذارم درباره خود رویدادهای 28 مرداد، 25 مرداد، چیزهایی از این دست نیست، بلکه میخواهم یک زمینه تاریخی رو در گرفتاری های ماندگار کشورمان برای شما بازگو کنم. هفته پیش پیرامون مشروطه با شما سخن گفتم و اشاره کردم که مشروطه گسست تاریخی از گذشته 1000 ساله ایران بود، پیدایش یک دولت مدرن در ایران، پیدایش یک دولت غیر ایلی. ما در تاریخ ایران گسست های دیگری هم داشتیم که پیامت های بسیار بسیار ماندگار برای ایران داشته، از جمله همین رویدادهای 28 مرداد یک گسست تاریخی بود از یک نوع روابط تا حدودی مدنی میان نیروهای سیاسی در جامعه ایران، که این نیروهای سیاسی مخالف در جامعه ایران، هواداران مصدق، هواداران کاشانی، هواداران محمد رضا شاه و نیروهای میانی این جریان ها یک نوع مدارا و روابط مدنی رو با هم داشتن، حتی پیوندهای خاندانی و خانوادگی با هم داشتند. در یه دورانی رئیس دربار، وزیر دربار در دوران محمد رضا شاه در دو دوره خیشاوند مصدق بود، یک دوره برادر ناتنی زنده یاد مصدق دربار رو برای دوره کوتاهی اداره می کرد. یک دو پیوندهای نزدیک وجود می داشت، حتی در میان سران حزب توده و خاندانه های برآمده از دوران قاجار، مانند خاندان فرمان فرماییان که در سپهر سیاست ایران دوران پس از قاجار در دوران پهلوی جایگاه بسیار بسیار بلندی می داشت و جایگاه ارزشمندی هم می داشتند. این خاندان خب برخی از بزرگان چپ ایران هم از این نوع خاندان ها بیرون آمده بودند. حالا مریم فیروز نمونه ای از کسانی است که از این خاندان یا از خاندان مربوط به این دوران بیرون آمده بودند. حالا فرمان فرمایان یا خاندان به هر حال فیروز، بر روی 28 مرداد به این دوران پایان داد. یک گسستی بود از این روابط احترام متقابل و مدنی در فرهنگ و سیاست ایران که بزرگان دوران پس از مشروطه با یکدیگر می‌داشتند. و روزش می‌خوام این تلفن رو خاموش کنم، من همیشه این کار رو می‌کنم، امروز این کار رو نکردم. اما امروز می‌خوام گفتگو رو با شما از یک نقطه دیگری، از یک جایگاه دیگری آغاز کنم. سی و اندی سال پیش که انقلاب اسلامی در ایران در گرفت، گوش همه ما، حالا شما شاید جوانانی که به این برنامه گوش فرا می دهید یا می بینید به یاد نداشته باشید یا در اون دوران نبوده باشید، ولی دست کم از راه اینترنت و نوشتارهای اینترنتی و تبلیغات گسترده پس از اون شنیده اید که مهمترین شعار دوران انقلاب اسلامی شعاری بود بر پایه استقلال، یعنی در واقع ادامه اون کوششی که ایرانیان در سالهای میان 1325 تا 1332 انجام دادن برای استقلال ایران از
نفوذ سیاسی بریتانیا در قالب ملی کردن صنعت نفت، چیرگی ایران بر صنایع نفت، مهمترین منبع درآمد در ایران، کوشش بزرگی بود برای استقلال. اصلا موضوع جنبش مصدق، جدا از جنبشی که مصدق رهبری میکرد، جدا از قانون مداری، موضوع استقلال در ایران بود. و حتی خود محمد رضا شاه هم سالهای پس از آن در دهه 50 هنگامی که از کنسرسیوم گسست، اشاره کرد که آن کارهایی که در اون دوران میشد ملی کردن کامل نبود. من این بار برای به طور قطعی نفت ایران رو ملی کردم و گریبان ایران رو از فشار دولت‌های خارجی رهانیدم. در واقع همون شعار و درخواست و همون آرزوها رو تکرار میکرد. حالا تا چه اندازه میدانیم که درست نبوده، ولی بر روی درست بوده باشد یا نه مهم نیست. به یاد دارید یا شاید خوانده باشید که در جنبش اسلامی که به پیدایش جمهوری اسلامی انجامید، برجسته ترین شعار یا برجسته ترین آرمان و ارزشی که در برابر مردم قرار می گرفت این بود که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. یعنی ما یک جمهوری می خواهیم که نه وابسته به شرق است، که اتحاد جماهیر شوروی نماینده این شرق می بود، حالا تا حدودی هم چین، یعنی سوسیالیسم آسیایی، و نه غربی که ایالات متحده آمریکا نماد رهبری و چیرگی غرب به شمار می آمد. ما نه آمریکایی هستیم نه هوادار شوروی، مستقل هستیم و طرفدار جمهوری اسلامی. در این چند روز گذشته برجسته ترین خبر مربوط به ایران در رسانه‌های جهانی که در ایران تا حدود زیادی سکوت درباره آن می شود یا دست کم گذرا به آن برخورد می کنند، در این است که ایران پایگاه پروازهای هوایی و بمباران سوریه به وسیله هواپیماهای دولت روسیه شده است. یعنی ایرانی که به هیچ کشور خارجی اجازه پایگاه سازی نمیداد و از جمله بر پایه پیمان دوستی ایران و شوروی، حتی ایالات متحده آمریکا که در ترکیه پایگاه نظامی داشت، در ایران نمیتوانست پایگاه نظامی داشته باشد، اینک وارد جنگ رسمی خاورمیانه شده. البته ایران سالهای درازی است که در جنگ داخلی سوریه و لبنان درگیر است. ایران همه زمینهای مالی حزب الله لبنان رو در این سالها فراهم کرده و این رو میدانیم، و ایران با پشتیبانی از دولت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه درگیر است، در جنگ داخلی عراق درگیر است. اما دست کم صورت مسئله به این گونه بود که حفظ ظاهر می کردن که ایران از نقطه نظر منافع ملی در جنگ داخلی سوریه درگیر است. از دولت بشار اسد به دلیل نزدیکی بشار اسد با ایران و دشمنی بشار اسد با عربستان و نیروهای مخالف با این کار درگیر است و نه سودای دیگری. ولی اینکه دولت روسیه از راه ایران به سوریه هواپیما میفرستد و در بمباران مخالفان و از جمله حالا میگویند تنها داعش هم نیست، مخالفان دیگر دولت بشار اسد درگیر است، برای نخستین بار ایران وارد یک کارزاری شده است که پیامدهای هولناکی دارد. نه شرقی نه غربی، روسی و چینی با اندکی اشبازی با غربی، بدون شوخی رو عرض میکنم، اقتصاد ایران در بست در دست عملا چین است. یعنی تمام صنایع داخلی ایران به دست واردات چینی ویران شده، از صنعت کفش سازی گرفته تا پوشاک و هر چیزی که گمان کنید، اینک همه چیز در ایران چینی است. از نقطه نظر سیاست جهانی، از نقطه نظر پیمان ها و پیوند های جهانی، ایران
یک سر و یک دست تابع دولت پوتین است، دولت روسی است. ایران چینی و روسی شده و در این حال با دولت ایالات متحده آمریکا هم نرد عشق می‌بازد و امیدوار است که روابطی هم با اون برداشته باشد. این شعار نه شرقی نه غربی شده است، هم شرقی هم غربی، هم همه جایی هم هر جایی. من نزدیک به یک سال پیش در این برنامه به این موضوع پرداختم که هنگامی که یک سال اندی پیش که جریان داعش آغاز شده بود، که مهمترین کاری که ایران باید انجام بدهد این است که گریبان خود رو از خاورمیانه عربی ببرد، جدا کند، رها کند. ایران باید سرنوشت خودش رو از سرنوشت خاورمیانه عربی که منجلابی شده است رها بکند. پاسخ رهبران جمهوری اسلامی به چنین اندرس های بر روی بر پایه دوستی با مردم و سرنوشت و آینده ایران چنین بوده که بیش از پیش در این ورطه هولناک خاورمیانه عربی خودشون رو فرو بردن، در این باطلاق خودشون رو بیشتر پیش بیشتر پیش میبرند و تا جای امروز جلو رفته است که ایران امروز پایگاه نظامی برای دخالت هوایی دولت روسیه در سوریه شده است. یعنی ایران یک سر وارد جنگ داخلی خاورمیانه شده، یک سر هوادار یکی از سیاست‌های درگیری در خاورمیانه شده. دولت روسیه از خاک ایران برای مداخله نظامی در سوریه و پشتیبانی از بشار اسد پشتیبانی می کند. با تمام آرمان‌های مشروطه در حفظ استقلال ایران، با همه آرمان‌های جنبش ملی شدن صنعت نفت، با همه دستاوردهای دوران زمامداری مصدق و با همه شعارهای توخالی دوران انقلاب، این رفتار حکومت اسلامی در ایران دشمنی و سر ستیز دارد. ایران ادامه ارزش‌های انقلاب مشروطه، ادامه ارزش‌های جنبش ملی شدن صنعت نفت، ادامه ارزش‌های دوران استقلال ایران، دوران کوشش برای استقلال ایران در دوران زمامداری زندیات محمد مصدق و حتی جنب و جوش آغازین پیش از انقلاب اسلامی برای دستیابی به پاره آزادی‌ها و دستیابی به یک نوع استقلال واقعی در ایران نیست. جمهوری اسلامی عملاً ایران رو به یک کشور حالا نه سرسپرده ولی در واقع وابسته به همه این جریان‌های جهانی تبدیل کرده است. تا جایی که ایران امروز بدون کنار آمدن با ایالات متحده آمریکا در جریان برجام امکان فروش نفت نمی داشت، امکان کنار آمدن با دولت‌های دیگر رو نمی داشت و امروز کشور ایران پایگاه دخالت نظامی در امور داخلی سوریه شده. شاید برخی از هممیهنان ما بر این باور باشند که این بر روی یک نوع گزینش سیاسی است. نه، این گزینش سیاسی نیست. این گرفتار کردن سرنوشت آینده ایران، من و شما، فرزندان من و شما، با گرفتاری های دردناک خاورمیانه عربی است. خاورمیانه عربی که شما اگر نگاه کنید از لیبی تا یمن، سر تا سر این سرزمین گسترده‌ای که نزدیک به شاید 600-700 میلیون نفر رو در بر داره یا کمتر اندکی، درگیر یک گرفتاری بزرگ تاریخی است. در واقع میتوان گفت شیرازه این منطقه از هم گسسته. این هیچگاه در تمام دوران تاریخ ما، حتی پس از جنگ جهانی اول که دولت عثمانی فرو پاشید و سرزمین های عثمانی میانه به ویژه بریتانیا و اندکی فرانسه تقسیم شد، ما هیچ دوری در تاریخ این نوع از هم پاشیدگی رو در دنیای عربی اسلامی نداشتیم. هیچگاه. امروز دنیای اسلامی عرب دنیای از هم گسسته است. جدا از کشورهایی مانند عربستان و امارات که رهبران اونها در پول نفت غرق شدن ولی دولت‌های نابسامانی دارند و پایگاه مردمی اونها بسیار محدود است، دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا درگیر چنان بحرانی است که بزرگترین موج مهاجرت تاریخ مدرن رو به اروپا در پی دارد. میلیون ها نفر از مردم از شمال آفریقا و سوریه و عراق و
دیگر کشورهای منطقه راهی کشورهای دیگر شدند و حتی در درون خاورمیانه این کوچ مردم به چشم می‌خورد. بسیاری از مردم سوریه اینک در لبنان و اردن و ترکیه زندگی می‌کنند، جدا از اونهایی که به اروپا کوچیدند یا واقعا در زندگی در وضعیت بسیار بسیار دردناکی در حلب و دیگر شهرها زیر این آتشبار حمله های چندگانه میزیند و میمیرند و آرامش ندارند و آیندهی برای خودشون نمیبینند. ما از نقطه نظر انسانی باید همدردی با این مردم داشته باشیم، باید احساس کنیم که نسبت به و روی زندگی اونها باید بیاندیشیم و میبخشیم بیاندیشیم و کوشش کنیم که شاید تأثیری بر وضعیت نابهنجار خاورمیانه داشته باشیم. اما ایران باید سرنوشت خودش رو از این شرایط هولناک و دردناک خاورمیانه رها بکنه. ایران باید برای نخستین بار گریبان خودش رو از خاورمیانه عربی و بحرانی که در خاورمیانه عربی به وجود آمده جدا بکنه. برعکس، در این یکی دو سال گذشته که من بارها در این برنامه پیرامون همین موضوع صحبت کردم و دیگران هم در این باره گفتند و نوشتند، ایران بیش از پیش درگیر این بحران هولناک خاورمیانه شده و اینک خاک ایران پایگاهی برای دخالت مستقیم نظامی در جنگ داخلی سوریه است. پیشتر از این ایران ادعا می کرد که دخالت اونها در سوریه بیشتر جنبه داوطلبانه و مالی داره. ادعا می کردن که سپاه پاسداران در سوریه به طور مستقیم درگیر نیست. می دانیم که درگیر بوده، اما این بار استفاده از خاک ایران برای پروازهای نظامی و بمباران مخالفان دولت بشار اسد از هر جنایی که باشند از سوی دولت روسیه نشان دهنده این است که ایران دارای هیچ استقلالی، هیچ راهکار مستقلی از کشورهای مانند روسیه نیست. عملا ایران تابع سیاست جهانی دولت روسیه شده است. یک زمانی روسیه تزاری بود، یک زمانی برخی از چپ‌های ایران می‌کوشیدند که ایران رو تابع سیاست دولت شوروی قرار بدهند. اینک ایران جمهوری اسلامی که شعار می‌داد نه شرقی نه غربی، تابع سیاست به راستی دردناک و ویرانگر روسیه قرار گرفته است، روسیه پوتین، و تبدیل کردند در واقع خاک ایران رو به یک پایگاهی برای دخالت آشکار نظامی در جنگ داخلی سوریه که تنها به سوریه هم ختم نمی شود. جنگ داخلی سوریه یک سر اون در ترکیه، در اردن، در عراق و از جمله مرتبط با آینده اسرائیل و سیاست های اسرائیل است و ایران وارد این چنین جنگی شده است و این جنگ پایان نخواهد یافت. چگونه ایران می تواند به خود اجازه بدهد که پایگاهی بشود برای مداخله در یک جنگ داخلی در سوریه و خورده بگیرد از اینکه خاک عراق و به ویژه اقلیم کردستان پایگاهی برای دخالت مثلا اسرائیل یا دولت‌های مخالف ایران در امور داخل ایران شده است؟ چه زمینه مشروعی برای نقد بزدیگر میتواند وجود داشته باشد؟ اگر دولت روسیه میتواند از خاک ایران برای شرکت در جنگ داخلی سوریه بهره بگیرد، چرا اسرائیل و دیگر کشورها نتوانند از خاک اقلیم کردستان عراق یا از جمهوری آذربایجان در شمال ایران برای مداخله در امور داخلی ایران بهره بگیرند؟ ایران خود رو خلع سلاح مشروع کرده، یعنی مشروعیت خودش رو در این زمینه کاملا از دست داده و این با همه آرمانهایی که در 28 مرداد با بحران روبرو شد و با برانداختن دولت مصدق تا حدود زیادی جنبه هایی از استقلال ایران از دست رفت، با همه اون آرمان ها در روبروست، در تضاد است. از این رو من این مسئله رو با یک کوشش تاریخی در ایران در 150 سال گذشته برای حفظ استقلال و یک پارچگی ایران پیوند میدم.
دولت ملی دولتی است که ضمن ایجاد امنیت برای مردم، مشارکت مردم در سرنوشت خود، استقلال کشور رو در زمینهای مختلف پدیدار بکنه، یعنی کشور رو تبدیل به ادامه سیاست یک دولت خارجی نکند. نقدی که سران جمهوری اسلامی در آغاز کار، هنگامی که با رژیم گذشته ایران در افتادند و سرانجام توانستند به نظام پادشاهی با یک جنبش اسلامی پایان بدهند، در این بود که رژیم گذشته ایران سراپا وابسته به دولت ایالات متحده آمریکا است و بیش از 40-50 هزار رایزن نظامی در ایران ایالات متحده داره و چیزهایی از این دست، و ایران ابزار نفوذ ایالات متحده آمریکا یا ژاندارم در واقع غرب در خاورمیانه به شمار می آید، در حالی که در هیچ دوره ای از دوران پادشاهی محمد رضا شاه خاک ایران پایگاه یک مداخله نظامی در کشور دیگر نشد. هیچگاه با همه نقدی که به اون دوران وجود می داشت، ایران اجازه نداد که خاک ایران پایگاه مداخله نظامی برای درگیری با روسی، با شوروی یا کشورهای دیگر بشود. در کشور همسایه ایران، در ترکیه، دولت ایالات متحده آمریکا و ناتو پایگاه داشتند، ولی در ایران شاید به طور غیر مستقیم این کار انجام میشد، ولی به طور رسمی در ایران هیچ پایگاه رسمی نظامی وجود نمی داشت و از خاک ایران برای حمله نظامی به کشورهای دیگر بهره گرفته نمی شد. حکومتی که با شعار نه غربی نه شرقی بر سر کار آمده، امروز تا مغز استخوان نشان می دهد که بر پایه منافع گروه اندکی که بر کشور ما چیره هستند، هم شرقی است، هم غربی، هم همه جایی و هم هر جایی. هر کس بتواند با این حکومت به گونه کنار بیاید، این حکومت بر پایه منافع گروه اندکی با اون کنار خواهد آمد و آینده ایران رو به این گونه به خطر خواهد انداخت. کشور ما باید گریبان خود رو از سرنوشت خاورمیانه عربی جدا بکنه، ولی حکومت کنونی ایران هر روز بیشتر ایران رو در این ورطه هولناک جنگ داخلی و جنگ اسلامی، جنگ مذهبی خاورمیانه فرو برده. یک سر دعواست اساسا، و شوربختا که با این نوع کارها موج این جنگ داخلی و جنگ مذهبی به ایران هم کشیده خواهد شد و به ویرانی ایران میتواند بیانجامد. من برای نخستین بار در شاید 30 سال گذشته نسبت به یک پارچگی ایران بی‌ناک هستم. با این کارهایی که امروز انجام میشود، دیری نخواهد بود که دیگران هم از پایگاه های دیگری برای تکه پاره کردن ایران بهره بگیرند. کارهایی که پیشتر میکردند امروز آشکارتر. ای کاش اندکی عقلانیت، خرد در سر رهبران جمهوری اسلامی پدیدار می‌گردید که بتوانند به این کارزار دردناک پایان بدهند. گمان نمی‌کنم که چنین خردی وجود داشته باشد، چنین نگاهی به منافع ملی ایران در اندیشه اونها وجود داشته باشد. اصولا ایرانی فکر نمی‌کند. اونها بر پایه منافع ظاهرا حکومت دینی خودشون و بیشتر بر اساس منافع اون گروهی که بر سر کار هستن به دنیا نگاه میکنن و از این منظر است که حاضرن پایگاهی بشوند برای حکومتی که مثلا در چچن یک جنبش اسلامی رو سرکوب کرد، ولی در ایران که ادعا میشود که دولت اسلامی است، به همین حکومت پایگاه بدهند برای دخالت نظامی در سوریه. بر روی اجازه بدهید که پس از این سخنان دردناک و بسیار بیمناک برای آینده، 28 مرداد به یک دمل چرکین در تاریخ ایران تبدیل شده. در تاریخ دست کم نزدیک ایران و به ویژه در سپهر سیاست امروز ایران، و میتوان گفت که نه دو سو بلکه چند سو داریم درگیری، و باید زمانی با بهرهگیری از اسناد و بهرهگیری از آنچه که میتوان بدون تردید اسناد یا داده های قطعی دانست، بخش های از این دومل چرکین رو
برش مرهم گذارد و راهی رو باز کرد برای اینکه یک نگاه واقع بینانه غیر احساسی نسبت به رویدادهایی که به براندازی دولت زنده یاد محمد مصدق انجام میده و میراث او در تاریخ ایران به آنجا رسید. کار دشواری است. شما هرگاه که نامی از دوران مصدق می آورید و از 28 مرداد، گروه زیادی با شما درگیر می شوند و گریبان شما رو می گیرند که شما مخالف رژیم گذشته ایران هستید و چیزهایی از این دست. و برعکس، اونهایی که طرفدار رژیم گذشته ایران هستند، گامی که از 28 مرداد به عنوان یک رویداد قانونی از سوی محمد رضا شاه یاد می کنند، مخالفان او برخاش می کنند و ایراد می گیرند که این رفتار و نگاه یک سوی است. و به داوری من باید کوشش کرد که این نگاه یک سویه رو کنار نهاد. دشوارم است، خیلی دشوار است. من در این برنامه و شاید هفته آینده کوشش خواهم کرد به جنبه هایی از تاریخ در لابلای اسناد بپردازم که شاید کمکی کند در آرامتر کردن این گفتگو و رسیدن به یک نتیجه منطقی پیرامون آنچه که در مرداد 1332 گذشت و به پایان دادن به حکومت زنده یاد محمد مصدق یا به داوری من براندازی حکومت او انجامید. نخستین نکته‌ای که در این زمینه ارائه می شود این است که بیشتر اسناد مربوط به 28 مرداد و رویدادهای پیش از آن که از سوی دولت ایالات متحده آمریکا یا وابستگان به این دولت اینجا و اونجا به چاپ رسیده، پس از سال 2000 میلادی است. و کسانی که منتقد به این اسناد هستند میگویند که دولت ایالات متحده آمریکا یک سویه و برای خوشنود کردن دولت آقای خاتمی به برخی از اسناد اجازه انتشار داد، از جمله گزارش معروف ویلبر که گزارشی است که در سال 1954 فراهم شده، 6 ماه پس از کودتای 1953، کودتای 28 مرداد. ویلبر، دونالد ویلبر که یکی از مهندسان این برنامه و برنامه سازان این کار بوده و آدمی بوده که با آشنا با زبان فارسی و بارها به ایران سفر کرده بوده، همراه با یک همتای بریتانیا در قبرس فراهم کردن و زمینه برانداختن مصدق رو به صورت یک برنامه در برابر دو دستگاه امنیتی ایالات متحده آمریکا و اینتلیجنس سرویس ایالات متحده بریتانیا قرار دادن. البته همه برنامه از این راه جلو نرفت، ولی به هر روی این نقشه کار بود. ویلبر در این یادداشت یک رشته بخش‌های حاشیه‌ای و وابسته هم دارد که گزارش رویدادهاست و درس‌هاییست برای آینده و ایرادهایی که به چگونگی پیشرفت کار می‌گیرد. ویلبر هم در اونجا معترف است که پروژه برنامه‌ریزی شده اساساً در 25 مرداد انجام شد و با شکست روبرو گردید و سپس در 28 مرداد تا حدودی جریان‌هایی که در برنامه قبلی ریخته نشده بود به هم پیوست و ماجرای برانداختن دولت مصدق رو فراهم کرد. و بسیاری هم از این نکات ویلبر نتیجه میگیرند که بنابراین رویدادهای 28 مرداد یک جنبش خودجوش و قیام ملی بوده، 25 مرداد مثلا کودتا بوده. نخستین ایرادی که به این نوع پرونده سازی در مورد اسناد تاریخی هست، ناگاهی از یک رشته نوشته های دیگری است که پیش از سال 2000 به چاپ رسیده، پیش از دورانی که ادعا می شود اجازه انتشار این اسناد از جمله در واشنگتن، اول نیویورک تایمز و سپس به صورت کتاب بر این پایه داده شد و یا درس کرد که می‌خواستند با دولت خاتمی کنار بیایند و همزمان بود با دوری که خانم مدلن آلبرایت آشکارا نقد کرد به رفتار ایالات متحده آمریکا در ایران و از واژه کودتا بهره گرفت. کتابی در دست دارم به نام Adventures in Middle East، ماجراجویی ها در خاورمیانه. این کتاب رو همین آقای دونالد ویلبر نوشته. این کتاب زندگی نامه آقای ویلبر هست و این کتاب در 1986 به چاپ رسیده، 14 سال پیش از انتشار اسنادی که
سپس به نام وینبر به عنوان گزارش درونی CIA منتشر شد. بخشی در این کتاب هست به نام عملیات آژاکس، Operation آژاکس یا آژاکس. بخش 14 کتاب هست، از برگ 187 آغاز می شود. من هم میهنان رو رجوع می دهم، یا اونهایی که تردید دارن درباره درست بودن اسناد سال 2000، برگردن به اسناد سال 1986 یا نوشته آقای ویلبر در سال 1986 نگاه کنند، و از جمله به بخشی که ویلبر میگوید که این زندگی نامه من تا چه اندازه دشوار بود که از صافی CIA بگذرد، به اون هم نگاه کنند. این یادداشت‌ها رو ویلبر نزدیک به 6 سال پیش از انتشار نوشته، یعنی در واقع میتوان گفت که 2 سال پس از انقلاب 57. هیچ ارتباطی با دوران آقای خاتمی نداشته و 6 سال به درازا کشیده که سازمان CIA اجازه انتشار پالایش یافته این یادداشت‌ها رو بدهد. در این بخش 14 کتاب ویلبر همان نکاتی رو که در یادداشت‌های مربوط به گزارش CIA درج شده با جزئیات بیشتری در میان می‌گذارد. فرد دیگری است به نام کوپلند که کتابی نوشته است خیلی خیلی پیش از این ماجراها، در بخشی از این کتاب یکی از بلندپایه ترین ماموران سیاسی CIA بوده، شاید بلندپایه ترین، و حتی در کودتای آرام سوریه پیش از 28 مرداد هم دست داشته. کوپلند به ایران آمده و زمین سازی کرده برای اینکه ببیند که آیا میتوان در ایران پروژه براندازی مصدق رو سازمان داد یا نه. نزدیک به 6 ماه پیش از خود ماجرای 28 مرداد او به ایران آمده. در کتابی که منتشر کرده جزئیات مسئله رو مطرح میکنه. اصلا در این زمینه ها زیاد هست. دومین گرفتاری در این نوع بحث هایی که این روزها جریان داره یا در ماه ها و سال های گذشته در جریان بوده در این است که ماجرای رفراندوم 28 مرداد، ببخشید، ماجرای رفراندوم مرداد 1332 برای انحلال مجلس است که واداشته شاه رو به اینکه فرمان برکناری مصدق رو صادر کنه، و در واقع این رفراندوم یک کودتا علیه دولت ملی در ایران بوده یا دولت مشروطه در ایران بوده و مصدق است که آغازگر این کوشش است. من یادآوری میکنم که اجازه بدید این گونه مثال بزنم. یک لحظه چنین بیاندیشید که من آدم شرور و بد نیتی هستم و آدمی رو استخدام میکنم در مثلا اسفند ماه که برود در خرداد ماه، آدمی که پولی به من بدهکار است رو در یه شهری در جای دیگری آزار بدهد و گرفتاری برای ایجاد کنم. من در اسفند ماه این آدم رو استخدام میکنم و میفرستم به اون دیار دوردست که در خرداد ماه کاری رو انجام بده، مثلا در 15 خرداد. و در 7 خرداد اون آدمی که مثلا چنین بدهی به من دارد و من این آدم رو فرستادم برای تنبیه او، مثلا رفتار بدنی با او، میرود در یه جایی، در یک برنامه، در یه تلویزیونی، در یه رسانه ناسزاهایی به من میگوید، و سپس 7 روز بعد اون آدمی که من در اسفند ماه سال پیش از اون استخدام کردم برای این کار میرود و یک مثلا زد و خوردی با این انسان در اون شهر انجام میدهد، و من میایم و میگویم که این واکنش به خاطر حرفهایی بوده که این آدم هفته پیش در رسانه ها زده، و حاشا میکنم که من پروژه رو در اسفند ماه آغاز کرده بودم. من خبر نمیداشتم از اینکه در 1 هفته پیش از کار برنامه ریزی شده اون آدم بیاید و حرفهای ناسزاگونه و بدی رو درباره من مطرح کند و زمینه پذیرایی رو برای رفتار بعدی من بدهد. من این رو حاشا میکنم، میگویم خیر، این آدمی که رفته و به نام من این کار رو انجام داده در واکنش به این حرفهای ایشان هفته پیش از اون در فلان رسانه بوده. خب اینها دروغ‌آمیز هست. ما میدانیم که همه اسناد نشان میدهند که دست کم از 6 ماه پیش از 28 مرداد پروژه براندازی مصدق میان دولت بریتانیا و
دولت ایالات متحده آمریکا نقشه‌ریزی شده و از ژانویه 1953 $1,000,000 پول در اختیار پایگاه سازمان سیا در تهران قرار گرفته، بر پایه اسناد، نه بر پایه یادداشت‌های مخالفان، بر پایه اسناد وزارت امور خارجه و اسناد بازمانده از سازمان سیا $1,000,000 پول در اختیار پایگاه سیا در ایران قرار گرفته برای ناتوان ساختن دولت مصدق، و بنا شده که هفته ای مبلغ معینی برای خرید روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس خرج کنند، و دولت بریتانیا هم این کار را آغاز کرده جداگانه از برنامه، یعنی همراه و در این حال جداگانه با برنامه رسمی سازمان سیا. و حتی میدانیم که بر پایه اسناد یک مرکز کاریکاتورکشی در سازمان سیاسی سیا در لندلی به وجود آمده که اینها کاریکاتورهای مربوط به مصدق و به روزنامه‌های مخالف مصدق در ایران میفرستادند و اونها این کاریکاتورها رو به نام خودشون منتشر می‌کردند. این کاریکاتورها با چگونگی کاریکاتورکشی در ایران خیلی متفاوت بوده و بسیار از روزنامه‌های تندروی مخالف مصدق مانند آتش و دیگران از این کاریکاتورهایی که در لندلی ویرجینیا فراهمی شده و به تهران می آمده بهره می گرفتن، محرمانه به دست اونها می رسیده، اینها رو در واقع به چاپ می رسوندن. بنابراین 6 ماه تدارک برنامه بوده و گیرم که مصدق در روزهای پایانی یا میانه مرداد، دست کم یک هفته پیش از 28 مرداد، 10 روز پیش از 28 مرداد، رفراندومی برگزار کرده برای انحلال مجلس. خب این برمیگردد به اون مثالی که من زدم که برنامه رو برای تنبیه آدمی در یه شهری ریختم ماها پیش از آن، و این آدم آمده در یک هفته پیش از انجام این تنبیه یه بهانه‌ای به من داده که در تبلیغات خودم استفاده کنم. گیرم که کار مصدق در برگزاری رفراندوم، گیرم که نادرست بوده باشه، ولی برنامه برانداختن او ربطی به این نداشته که رفراندوم میخواهد انجام بشود. این رو از پیش ریخته بودن. رفراندوم که به داوری من از نقطه نظر سیاسی شاید کار چندان درستی نبوده، یعنی بهانه‌ای در واقع ایجاد می‌کرده، این زمینه رو ساخته که دیگران بگویند که بله این رفراندوم بوده که زمینه رو برای فرمان برکناری مصدق فراهم کرده، در حالی که دوست و دشمن، موافق و مخالف همه می‌گویند که اعلام انحلال مجلس در روز 25 مرداد صادر شده، ولی فرمان نخست وزیری زاهدی در روز 22 مرداد به امضای شاه رسیده. بنابراین 3 روز پیش از انحلال مجلسی فرمان صادر شده. همه اینها نشان می‌دهد که یک برنامه ریزی سازمان یافته‌ای در جریان بوده. نکته‌ای هم به درستی اشاره می‌شود و باید اون رو روشن کرد که محمد رضا شاه یک شرکت کننده ناخواسته در بسیاری از این برنامه ها بوده. شاید این خوشایند خیلی ها نباشه، ولی من جدا بر این باور هستم که حتی در رویدادهای نو اسفند شاه در جریان برنامه ریزی برای اون توطئه‌ای که علیه مصدق وجود می داشت نبود، و تا بامداد نهم اسفند خواهان رفتن از ایران و سفر به اروپا بود، و اسناد نشان می دهد که حتی 2 روز پیش از ماجرای نو اسفند، هنگامی که علا با هندرسون سفیر آمریکا دیدار کرده، شاه از راه تلفن، این رو هندرسون گزارش داده، از علا خواسته که به هندرسون سفارش کند که مبادا خبر سفر من به گونه ای درز کند که مرکزانی بیایند و از سفر من جلوگیری کنند. شاه میخواسته از ایران خارج بشود، نه کنار نهادن پادشاهی، بلکه سفر کند به دلایلی که بر روی در کتاب من آمده، بیشتر برای معالجه سریا بوده، برای گرفتاری هایی که وجود داشته که نمیخواهم امروز بهش بپردازم، هیچ پیوندی با مسئله ضرورتا سیاسی نداشته. این رو حتی علا هم گزارش داده که مصدق با سفر شاه مخالف بوده و میگفته که اولیا حضرت ملکه بروند سفر ولی خود پادشاه بمانند، ولی به هر روی شاه در این جریان درگیر نبوده. و از نهم اسفند که روابط شاه و مصدق تیره می شود و دیگر مصدق با شاه دیدار نمی کند، یک نوع درگیری شاید ناخواسته‌ای به وجود می آید، با این گرفتاری ها ما روبرو هستیم. البته وقت من به پایان رسیده، پوزش می خواهم، گرم صحبت شدم، اجازه بدهید که بحث رو به پایان برسانم. هفته آینده شاید به جنبه های دیگری از این موضوع بپردازم. سپاسگزارم.